دیداری تلخ با اجساد قربانیان. خانواده قربانیان در سردخانه بیمارستان برای شناسایی اجساد. اگر پیش از این گرم بودند و در شوک، حالا که مطمئن شدند بغضشان می ترکد. اما امروز روز دیگری است. معبد هندوها را حالا باز کردند. انگار نه انگار که دو روز پیش همین جا بود که همه چیز ویران شد. این کارگر زمین جلوی معبد را سیمان می کند، جایی که ویران شده بود. تلاش برای بازگشت به زندگی عادی و فراموش کردن آنچه به سرشان آمده. این تصاویری است که دوربین ها ثبت کردند و مظنون را در زمان حمله نشان می دهد. مردی با پیراهن زرد که کوله پشتی بزرگی همراه دارد در کنار معبد می نشیند. بعد کوله پشتی را رها کرده و از صحنه می گریزد و لحظاتی بعد. حالا پلیس تصاویر چهره نگاری این مرد را منتشر کرده و گفته دو نفر دیگر او را در این حمله همراهی می کردند. مظنونی که به گفته پلیس یک تبعی خارجی است و حکم بازداشتش صادر شده. هنوز نه عامل قطعی حمله معلوم است، نه انگیزه آنها. احتمالات زیادی درباره این حمله وجود دارد. معتقد نیستم که این بمبگذاری توسط یک نفر انجام شده باشد. به احتمال قوی این اقدام با پشتیبانی چندین نفر انجام شده. در بیرون معبد خانواده قربانیان و مردم با گل و شمع، نیایش برای آرامش روح درگذشتگان و طلب صبر برای خانواده ها. پیام تسلیت و همدردی که به زبانهای مختلف و از سراسر دنیا به اینجا سرازیر شده. امروز اولین روزیه که معبد بازگشایی شده و من برای نیایش اومدم اینجا. واقعا از اتفاقی که افتاده ناراحتم. هیچ وقت فکر نمی کردم در مرکز پایتخت چنین اتفاقی بیفته. این اتفاق واقعا منو تکون داد. پایتخت نشینان تایلندی هنوز در شوکند، چون هیچ وقت شاهد حمله نظیر این نبودند. روزهایی سخت هم برای خانواده قربانیان و هم مسئولان تایلندی که دوست ندارند این اتفاق بر صنعت توریسم آنها سایه بیاندازد.